برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. نواف الاحمد الجابر الصباح امیر کویت روز گذشته دوشنبه طی فرمانی پارلمان این کشور را منحل کرد. امیر کویت سال گذشته در تاریخ 11 مرداد نیز فرمان انحلال پارلمان این کشور را صادر کرده بود. درباره فرمان پارسال مشعل الاحمد الجابر الصباح ولیعهد کویت گفت که انحلال مجلس ملی با توجه به اصلاح صحنه سیاسی، عدم توافق‌ها، عدم همکاری، اختلافات، منازعه‌ها، اولویت دادن به منافع شخصی، عدم پذیرش برخی نسبت به دیگران و عملکردهای تهدید کننده وحدت ملی انجام شد. دکتر مهدی نجمی، رئیس اداره بیماری‌های مزمن تنفسی وزارت بهداشت ایران، به مناسبت 30 سالگرد بزرگداشت روز جهانی آسم گفت بر اساس آخرین آمار بروز آسم در جمعیت کودکان و نوجوانان حدود 11% و در جمعیت بالغین حدود 9% برآورد می شود و به طور میانگین شیوع علائم آسم در کل جمعیت 10% است. وی افزود با اقدامات، ارزشیابی ها و نتایج به دست آمده از سالهای گذشته، خوشبختانه در حال آماده سازی زیرساخت و خرید تجهیزات در کل کشور هستیم تا بتوانیم اقدامات کنترلی مناسبی را برای بیماران آسمی داشته باشیم. هیوستن یکی از متنوع‌ترین شهرهای ایالات متحده است، در حالی که تگزاس 5 جامعه بزرگ مسلمانان را در بین هر ایالت در کشور دارد. برای انعکاس این فرهنگ، موزه هنرهای زیبای هیوستن اخیراً 6 گالری دائمی دیگر را در شاخه هنر جهان اسلام افتتاح کرد که اکنون مملو از صدها اثر اهدای مجموعه دار ایرانی الاصل حسین افشار است. افزودن 6 گالری جدید مساحتی را که برای هنر اسلامی تعیین شده است تقریباً 2 برابر کرده است. گالری ها در حال حاضر مجموعه وسیعی از آثار باستانی از قرن 7 تا 19 از جمله نسخه های خطی، سرامیک، فلزات منبتکاری شده و منسوجات از کشورهای مختلف مانند مراکش، اسپانیا، تونس، مصر، ترکیه، سوریه، ایران، عراق، ازبکستان، افغانستان و هند را ارائه می دهند.